در روز دوشنبه ششم اکتبر جمعی از هزارهای مقیم خارج از کشور در واشنگتن دی سی با برپایی یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در مقابل کاخ سفید به نسل کشی هزارها در افغانستان توجه جامعه بین المللی را جلب کردند. این تجمع با هدف دادخواهی از حقوق بشر و رساندن صدای مظلومیت این قوم به گوش دولت آمریکا و سازمان ملل برگزار شد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. روز دوشنبه 6 اکتبر جمعی از هزارهای مقیم خارج از کشور در واشنگتن دی سی در مقابل کاخ سفید گرد هم آمدند تا در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز توجه جامعه جهانی را به نسل‌کشی هزارها در افغانستان جلب کنند. این تظاهرات که با هدف دادخواهی از حقوق بشر برگزار شد، تلاش داشت صدای مظلومیت این قوم را که سالها تحت سرکوب و خشونت قرار گرفتند به گوش جهانیان، به ویژه دولت آمریکا و سازمان ملل متحد برساند. تجمع کنندگان با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهای علیه نسل‌کشی، همبستگی خود را با قربانیان این جنایات ابراز کردند و تأکید کردند که ادامه سکوت جامعه جهانی می تواند به افزایش خشونت و بی‌عدالتی علیه هزارها منجر شود. تجمع کنندگان از نهادهای بین المللی خواستند که نقش مؤثرتری در توقف این خشونت ها و حمایت از هزارها ایفا کنند. هدف اصلی این تظاهرات برجسته کردن ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه نسل‌کشی و تضمین حقوق انسانی و کرامت هزارها در افغانستان بود. همچنین این تجمع نشان دهنده افزایش حساسیت و دغدغه های جامعه جهانی نسبت به وضعیت هزارهاست و انتظار می رود که صدای آنها به گوش مقامات بین المللی برسد و اقدامات لازم در حمایت از این قوم مظلوم انجام شود. گفتنی است که مشابه این تجمعات در چند کشور دیگر نیز توسط مهاجران افغانستانی برگزار شده و این تجمعها نشان دهنده افزایش حساسیت و دغدغه های جامعه جهانی نسبت به وضعیت هزارهاست. به گزارش تصویری که دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، از مقابل کاخ سفید در رابطه با این گزارش و تجمع برای ما فرستاده توجه فرمایید. در اینجا تعداد زیادی از هزارها گرد هم جمع شدند که ندای توقف نسل‌کشی هزارها را از دولت آمریکا در پالوی قصر سفید درخواست کردند که امروز لایف در اینجا ما به شما نمایش میگذاریم که اینا آمدن میخواین که توقف نسل‌کشی را از دولت آمریکا و کسانی که کمک برای طالبان میکنه و فاندهای میلیونی و 40 میلیونی در هفته برای طالبان اهدا میکنه، برای از اونا ما این پیام برسانیم که توقف که بتن فند که برای طالبان داده میشه به طالبان دوررست. و در اینجا گرد هم جمع شده تمام هزارهای دیاسپورای واشنگتن دی سی گرد هم جمع شده که از دولت آمریکا و از جهان تقاضا کنه که توقف نسل‌کشی را در افغانستان به رسمیت بشناسه و نسل‌کشی هزارها را در افغانستان به رسمیت بشناسه و این نسل‌کشی را متوقف بسازه و شکل عاجل و آنن و ضروری این را توقف بسازه. و به طالبان میگویند که بشناسید به رسمیت بشناسید جنساید هزاره ها را. مرگ بر طالبان سر میدهند و میگویند که نه به طالبان، به طالبان نه میگویند. این افراد در اینجا گرده هم جمع شدند و من ایسی دیاسپورای هزاره برای دادخواهی از مردم هزاره در جهان آمدن امروز به روز یاد بود و یا خاطره 25 سپتامبر این تظاهرات که هفته بعدیش انتخاب کردن در اینجا برگزار کردن که تا بتانند ای نسل‌کشی را در جهان متوقف بسازند. و همونطور که خطنامه 501 ABA American Bar Association در جهان یک پیام بسیار بزرگ را داد، گفته بودند باید هزارها را از زیر نسل‌کشی نجات داد و نسل‌کشی 100 چند سالی هزارها را متوقف ساخت و این کشتار و بی‌رحمی را علیه هزارها متوقف ساخت. تشکر.
بله، با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، بابت ارسال این گزارش تصویری.